سران نظامی ناتو امروز چهارشنبه گفتند متیقنند که بزرگان و شورای ملی افغانستان از قرارداد امنیتی دو جانبه میان افغانستان و امریکا و باقی ماندن اساکر امریکایی پس از سال 2014 در آن کشور حمایت خواهند کرد. جزئیات نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو را از همکارم برشنا مرخیل میپرسیم که در استودیو با ماست. برشنا جان سلام بر شما، بفرمایید. سلام فواد جان بر شما هم و بیننده ها. ریاست جمهوری افغانستان اول هفته جاری اعلان نمود که در خصوص قرارداد امنیتی دو جانبه کابل و واشنگتن روی چندین مورد به موافقه نرسیدند و این خبر این مفکوره را ایجاد کرده که ممکن ایالات متحده تمام عساکر خود را تا میاد تعیین شده از افغانستان خارج سازد. اما به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقامی که از گرفتن نامش خودداری کرده گفته است که بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان نیز با اعتماد قوی گفته است که این قرارداد به زودی امضا خواهد شد و اکثریت افغان ها از حمایت خواهند کرد. آقای محمدی در این مورد بر رسانه ها ابراز نظر نکرده است. بسم الله خان محمدی وزیر دفاع افغانستان به روز سه‌شنبه در جریان صحبت با چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده در حاشیه نشست ناتو در بروکسل در مورد قرارداد امنیتی دو جانبه نظریه مثبت داشت. فیلیپ هومون وزیر دفاع بریتانیا که برای آخرین روز نشست ناتو به مقر آن سازمان رسید گفت وی در مورد نتایج قرارداد امنیتی با افغانستان خوشبین است. با باور من چنین به نظر می رسد که در مذاکرات میان افغانها و امریکاییها پیشرفت خوب صورت گرفته است. البته که ما آرزو داشتیم که این کار بدتر صورت می گرفت، اما فکر می کنم همه کشورها درک می کنند که ما قبل از انجام مذاکره روی موقف نیروهای ناتو که ما را در شمولیت های آینده همراهی می کند منتظر امضای همین قرارداد بوده ایم. یک مقام ارشد نظامی امریکا گفته است که وی در مورد امضای این قرارداد در ظرف چند هفته، آن هم پس از تاییدی لوی جرگه، محتاطانه خوشبین است. توماس دمیزیر وزیر دفاع آلمان گفته است قبل از اینکه کار موافقت روی موقف نیروهای ناتو آغاز گردد با وضاحت در قرارداد امنیتی میان ایالات متحده امریکا و افغانستان نیاز است. ما منتظر تصمیم ایالات متحده امریکا روی باد و میزان عساکر امریکایی هستیم که در افغانستان عملیات اجرا می کنند. قضاوت ما وابسته به تصمیم آنهاست. ما بعضی از پیشنهادات را پیشکش کرده ایم، اما به یک سلسله وضاحت در تصمیم امریکا نیز نیاز داریم. اندرس فورس موسن منشی عمومی ناتو در مورد اینکه لوی جرگه افغانستان و پارلمان آن کشور قرارداد امنیتی دو جانبه را تایید خواهند کرد قویاً ابراز اطمینان کرد. متأکدم که قرارداد امنیتی را با افغانستان نهایی خواهیم ساخت. قرارداد امنیتی دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده و تا جایی که به ناتو ارتباط میگیرد قرارداد شرایط نیروها. متأکدیم که ما با موافقه میرسیم، زیرا افغانها میدانند که چنین یک قرارداد شرط برای اعزام آموزگاران پس از سال 2014 میلادی به افغانستان است. رئیس جمهور اوباما باید اعلان نماید که بعد از سال 2014 به چه تعداد عساکر امریکایی را در افغانستان نگه میدارد. در حال حاضر حدود 51,000 عسکر امریکایی در افغانستان حضور دارند. به نظر می رسد که اعتماد و اطمینان قوی آقای رسموسن مبنی بر امکان تایید قرارداد امنیتی دو جانبه توسط لوی جرگه و پارلمان افغانستان نگرانی های دراز مدت متحدین ایالات متحده امریکا را کاهش داده است که شک داشتن این قرارداد ممکن توسط سیاست های افغانستان بخصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ماه اپریل سال آینده مختل گردد. دو سال قبل ناکامی مذاکرات مشابه میان ایالات متحده و عراق منتج به آن شد که رئیس جمهور اوباما تمام عساکر امریکایی را از آن کشور خارج سازد. مقامات امریکایی نیز در افغانستان از گزینه صفر هشدار دادند. فواد جان تشکر از شما.